با سلام و درود احترام خدمت هموطنان، امروز شومترین روز تاریخ ایرانه. امروز 17 شهریوره، روزی که تمام دنیا، البته حالا که صحبت رو میکنیم دیدگاه اون صد موقع خیلی خیلی بازتر شده، خیلی رو فهمیدیم و همین فهمیدن و همین آگاه شدن هست که رمز پیروزی ماست. 17 شهریور من خدمت شما مرکزی هست در میدون ژاله، مرکز برق هست، من اونجا تدریس میکردم. مرکز شما رو دوت بکنم اسمش. در نتیجه رفت آمدم اونجا مرتب بود و چون خود آدم کنجکاوی هستم به مسائل بیشتر توجه میکنم، دقت بیشتری میکنم. روایتی از 17 شهریور میخوام برای شما بکنم، شاید خود متفاوت باشه ولی بر اساس واقعیت محض و کامل است. روز 17 شهریور، روز 17 شهریور روزی بود که توطئه جهانی، فتنه جهانی، دسیسه جهانی، خیانت جهانی، جنایت جهانی و تمام بدی های دنیا علیه کشور ایران شروع شد. با همکاری کی؟ خیلی ساده است. علی اکبر ناطق نوری سردسته این تیم ها بود. سال 1153 شاهنشاه به علم فرمودن که هم صدام آمریکاییه و هم قذافی. اصلا علم شاه مصدر شاهنشاه رو بعدا متوجه میشید. خب دیدیم که بعدا هم قذافی آمریکایی در اومد و هم صدام حسین و جفتشون به فجیع ترین وضع ممکن به قتل رسیدن. اینها دشمن شخصیت شاه بودند. اینا فکر نه تو دنیا اینا تک هستن. اون حافظ اسد ملعون از همشون بدتر. اینها به خاطر ای که شاه رو سرنگون بکنند و توی منطقه بگن ما هر کدوم ما هستیم، که البته بین صدام و حافظ اسد اختلاف سنگینی بود، اون گفت من رئیس حزب بعثم و من رئیس حزب بعثم و بگذاریم حالا. اما هر چی بود توطئه کردند، یک سری از بر بچه مجاهدی رو بردن اونجا آموزششون دادن و یک سری هم افراد چیزی که خودشون رو لیبی، سوریه و عراق، حالا لبنان هم تعدادی بودن دیگه من نمیدونم. بعضی از اون جست میگیرن که آقا ماها بودیم شما غلط کردیم. مثلا هادی قفاری هست، مرد که ملعون کثافت، یه اگه تو عمرش یک دونه تیر زده باشه، یک دونه تیر زده باشه، چون شهامت حرفا نداره، او یک تیرم به گردن هویدا زده زمانی که مردن اعدامش ادامش بکنه، یک تیر وجود زده اگه زده باشه. آدم بزدل ترسو و فوق العاده دروغگو و چاخان و حرف مفزن خود خودش مطرح کنه. یک مسجدی بود به بیدون 24 اسفند، اسمش نمیدونم چی بود، حالا عوض شده چی شده، این زیر زمین اینجا رو پر اسلحه کرده بود، میترسید هر روز خدا میترسید که بیاد باز شاه برگرده یا عوامل شاه برگردن و بخواه این رو بکشنشون. پر اسلحه کرده بود تا سقف اسلحه کرده بود زیر زمینشون. وقتی اینا میخوان بگن ما بودیم غلط کردیم، فرمانده این تیم این قضیه دو نفر بودند، علی اکبر ناطق نوری و هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی زیاد دخالت نمیکرد ولی کمک میکرد، دار دسته مصدق کمک میکردند، دار مالی کمک میکردند و اینا تونستن تعداد با همکاری صادق طباطبایی، امام موسی صدر، تو موسی صدر همیشه سه چهار دوزه بازی میکرد، همین طرف بازی میکرد، از واسه شاه همه اینش که شاه شاه برای ما پول بده از اون کار، همه کاشا میگم اون یکی از خلاصه از اون افراد چیه الاخر. اینا آمدن توطئه کردن علیه کشور ما، علیه شاه ما، نفس کار هر بوز نیست خرمن گفتن و این افراد چریک و این دوره دیده ها رو اینها رو چیکار کرد آماده کرد به ایران. در داخل حکومت شاهنشاه ما خائن کم نداشتیم، مزدور کم نداشتیم، افرادی فکر میرن مسلمان هستن کم نداشتیم، همشون شیطان بودند. برنامه‌ریزی کردم برای 17 شهریور برای شروع حکومت نظامی، از اون برم به مأمور میگه تیر نزن، اگر هم بعد از سه بار ایست مجبور شدی بزنی کمر به پایین بزن، یعنی هیچ کشک. و 17 شهریور رو کردند یک بلوا،
یک تبلیغات در سطح دنیا که چند هزار نفر کشته شدن با هماهنگی بی بی سی. بی بی سی بعضی افراد میارن تو صدای آمریکایی برای از کدوم سوراخ پیدا می‌کنن کار ندارن. این همه آدم بودن اون روز اونجا میرن اینو پیدا می‌کنن و خودم دیدم که سربازهای شاتیر می‌زنن. تو گه خوردی با اون خمینی و با دار دستت کسافت اینجا سد چقدر بیاد داده حرف بزنی؟ چرا دروغ میگی؟ امیدوارم نمیری و تو محاکمه بشی. تو افزار تو سه چهار تا بیشتر نیستن. روز 17 شهریور دوستان ببینید اینا برنامه‌ریزی میخواد. اینا نیرو میخواد. اینا ساپورت میخواد. ساپورت میخواد. ساپورت. تمام پشت بمب‌های بین میدونی جاله و تا اون خیابون اسمش یادم رفته تمام پشت اینا تکتیل انزار اونجا مکان داده بودن. تکتیل انداز چه چپ چه راست که وقتی که مردم گفتن بین میدون جاله بین اونجا حرکتی بین اونجا اینا از بالا بزنند بگوید سربازان شاه زدند. اگه سربازان شاه اختیار زدن داشتن که خشتکی شما رو سرتون میکشیدند و فرمانده این کسایی که بالا پشت بودن خود علی اکبر راتق نوری بود. البته بعدا یه جا صحبت میکنه که آره من نگفتم این کار اینا کردن. تو فرق نمیکنه. توی خائن بلفطره میری تو کشور ساپورتشون میکنی حقوقشون میدی پولشون میدی جا و مکان بهشون میدی زن درخشون قرار میدی وقت اونها میان بر تو گوشون چی بزنن هر چی دلش خواست میزنن. اون ارباباشون آقای قذافی آقای صدام آقای حافظ اسد و امثال هم دستور میدن نه توی عملی آشغال کثافت. تو به چه وضعی بمیری من نمیدونم هنوز کار داره. تو البته برادرت هم بود که به درک واسطه شد اما بیشتر این فرمانده این کار گردن تو بوده. نمیری و اینا رو بشین افشا کن و بگی. توطئه جهانی علی ایران بود. حالا قشنگ متوجه میشیم. که بیان چه کار کنن؟ یک ایران رو نابود کنن با نسل کشی. ایران نابود کنن با سمپاشی. ایران نابود کنن با نفاق ایجاد کردن. ایران نابود کنن با هزار بای دیگه خودتون دیدید. تمامش هم دستور بود تمامش هم نوشته شده بود دیکته شده بود و اینها اجرا میکرد شخص خمینی اجرا میکرد و به افراد دیگه تمام بازی ها گرفتن سفارت نمیدونم زدن تیراندازی کردن همش با هماهنگی این ابر ذلت ها بود و خوشحالم که نمردم و این روزها رو میبینم خفت و ذلت این ابر ذلت ها رو میبینم و میبینم به چه روزی افتادن کسی توطئه کردن برسه و به نظر من بعد از چنج حکومت به زودی اتفاق خواهد افتاد. دوستان برای من ننویسید که آقا کی اتفاق میفته چی کی اتفاق میفته شما دید کی اتفاق من میفته نه من به تو بگم نکنید براتون میکنم از این بعد یاد گرفتم چیکار کنم میفهم شما رو میشناسم شما حرومزاده حرومزاده دقیقا میشناسمتون آقای اصلاح طلب دیگه همه چی باخته این دستاورد بالا دسته شماست این کاری که تو کشور اتفاق افتاد بگذاریم بعد از چنج حکومت بعد این روز یه روز خاص اسمش رو بزنن نمیدونم چه روزی روز تاریخ تاریخ ایران روز تلخ تاریخ ایران روز عزای ملی و عزای عمومی یا روز هر چیزی میخوام بزنن برای هفته شهریور روزیست که شیاطین ظالمین ستمگران خائنین بر مملکت غلبه کردن و با تبلیغات بعد از این میرفتن توی بیمارستان میکشتن یکی رو میآوردن که علم کنن که آقا بله زا شازد کشت خیلی این کار کردن دست به هر کار مجاهدی دست به هر کاری زدن این کار میکرد کار مجاهدی بود و ترفنداشون بود خودیاشون رو میکشتن وقت میان به دیگران رحم میکنن خودیاشو شکنجه میکردن بودن سواک کردی ناخونان سواک کشیده سواک خیلی راحتر از نا برای بود اعتراف بگیره خیلی بس از نباید کار انجام بده ولی کار شما هست الان کجا هستی؟ در بدرهای آدم آدم ننگ تاریخ بشریت آوار این کشور اون کشور شدن سیگار بدن تو بسید گدایی بکنید این ثمره کار شماست اجر و موزی باید میگرفتید روز هفته شهریور درسته که برای کشور ما بلاهای زیادی رو برد اما تمام توطئه‌گرا تمام کسایی پشت پرده بودن پشت قصه بودن از صدام بگیرید
بشار اسد بگیرید، ببخشید پدر قرم سراش بگیرید تا قذافی کجا هستند، مسعود رجبی کجاست، بعد برای مجاهدین کجا هستند، خانوم مسلمان روسری به سر طلاق میگیره صبح، عصری میره تو رخت خواب آقای رجبی. خدا اینجور آبروتون میبره، بی‌حیثیتتون میکنه. و عواملی که دست به دست اینها دادن همشون در بدر و فلک زده هستن، همشون رو روان مشتشون مردن در انزوا، در فلاکت، در افسردگی مردن، ناامید مردن. و حالا یه تعدادشون میخوان علم بکنن که ست ساشون نمیتونید. خب بگذاریم دوستان، روز یکته شهریور واقعا به ملت ایران تسلیت میگم، و روزی بود که تمام جهان علیه ما قیام کرد با هماهنگی یک سری مزدور خائن به فتنه در داخل مجلس دولت، کسایی که نمک پروردی شاه و این مملکت بودند، امثال فردوست ها چند تا بیشتر نبودند، ولی شاه هرگز فکر نمی‌کرد خیانت بکنند، ولی کردند خودشون. ننگیشان در تاریخ و ننگیش داره برای تمام این فامیل در دنیا در آینده، تا بخوام پاکسازی بکنم که من فامیلم فردوس اگه هست ارتباط به اون نداره، چون فردوس دیگه فامیلش ننگی شد در تاریخ ایران و خیلی های دیگه. خب دولت اعلام کردن، یک دولت افغانستان بود اعلام کرد، گفتم انتخاباتی نیست، انتصابات هست و اون هم مشکلات داره و زنها هم خوشبختانه خیلی قشنگ در افغانستان قیام میکنن، حرکت میکنن و این حق اونهاست، چون طالبان بی کم ظلم ستم نکرده و روزگارشون سیاه خواهد شد بدون برگرد. این هم که دیگه اینا دیگه نخنما شده دیگه، این بازی که وقت بخوام بکشم نمیدونم، برگردید به برجام سریع، همین الان برگردید برجام، خر خودتونی جد آبادتونه دیگه، نیست سر مردم کلا بذارید، وقت مردم بگیرید، وقت مردم تلف کنید. مردم میگن برجام چی شد، این ظریف برو روی چی اسمش یارو تراس ندید، تمام شد، برید یه فکر جدید برای خودتون بکنید، برای خودتون بکنید، در به درای بدبخت بیچاره رئیس شورای اروپا چه عنوانه بره خودش تبتر آقای رو دوست میکنم. بله من خدمت شما از دبیرستان سپهر گفتم، خیلی از دوستان لطف کردن که بعد ما اونجا بودیم، من چه بودیم، ولی خب دو از دو نفر میخوام یاد کنم در دبیرستان سپهر، نمیدونم کجا هستند، یکی والیبالیست دارم آخشین و یک والیبالیست دارم شمشیری، اینا اگر این زمان بودند جز ستاره های دنیا بودند، یه ادعا ولی بازی کن. و چند نفر دیگه حالا حضور ذهن ندارن. خب کیفته شهریور روزی بود که تمام دنیا علیه ایران حمله کرد و ایران سر جاشه و تمام دنیا به خاک ذلت و خفت افتادن. هر کس هم که از اینا حمایت کرد و کرد و نکرد کار نداریم، هر کسی که میگن هر کسی معمار زندگی خودشه، هر کسی که در راستای منافع اونو حرکت کرد، آگاهانه حرکت کرد و ناآگاهانه، هر کدوم جداگانه چوبشون رو میخورن، شک دری قصه نکنید. بشار اسد بخواد بیاد قذافی بخواد بیاد به ایران خدمت بکنه، دشمن شاه بودند و خوشبختانه شاه چگونه به رحمت خدا رفتن و شماها به چه روزگاری مردید و افتادید. این نشون دهنده این هست که قانون کائنات، قانون طبیعت، همه چی سر جاش درست هم هست. وگرنه قذافی به مملکتش خدمت میکرد، اما اون برایی که سر شاهنشاه آوردن و کاری کردن، این یعنی یک فوبیا، این یک توهم یقش گرفته بود. 400 تا دختر محافظ شبا توی خونش نمیخوابید، تو قصرش نمیخوابید، بیرون میخوابید، اون زلزله بشه من بمیرم، به خاطر همش ترس داشت اونجا، جنایت در خیلی در شنشا گردند. و بعد بالاخر خب ایام به کابل گار خوش، فردا در مورد مثلا روز و داخل کشور و اتفاقاتی که داره میفته رو خدمتتون عرض کنم.
واقعا 17 شربت تسلیت داره. یعنی ننگین ترین روز تاریخ بشریت هست به خاطر دروغگوهای بی بی سی ها، کارترها، قاطرها، چین بی شرف، شوروی بی ناموس هرمزاده که دیگه دیدی به چه روزگار افتاد، چرا از هم پاشید که دوتا جمعش بکنند، و انگلیسی که از اون روز تا حالا بینه به چه روز زلت و خفتی افتاده، و همچه اروپا. اگر تلنگری زدید مشتی خوردید، و الان روزهای شما میگذرونید که آینده مال ایرانی هاست. شک نکنید ایران به دادشون میرسه، ایران دنیا رو درست خواهد کرد، اونم نه با نیت پلید و کثیف شماها. شما غیر چیزی بلد نیستید. اون پادشاه بلژیک تو آفریقا میگه آقا مرده بره کاوچو هر چیز بیاره، اگه 10 گرم کم بود دست زنشو قطع میکردن، پای بچه یه رو قطع میکردن. چرا؟ شما همون نجات هستید. هر چقدر جانم آزاد بکشید به جایی نمیرسید. ایران رو، دنیا رو ایران خواهد ساخت، اونم با افکار خوب، نیت خوب و کمک به انسانیت. بنی آدم اعضای یکدیگرن، گره آفرینش یک گوهر. این فلسفه حکومت آینده دنیا است. توسط ایرانی ها ایام بکن و دارم باشه.